هنوز یک هفته نشده که برخی از طرفداران اشغال سفارت بریتانیا عقب نشستند. بارزترین نشانه تغییر نظر مقام‌های ایرانی را می‌توان در کلام احمد خاتمی، عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه تهران یافت. این انگلیس نیاز به گوشمالی داشت. یک روز بعد از این اظهارات، احمد خاتمی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا موضع خود را تغییر داد و این بار گفت به صراحت با حمله به سفارتخانه‌ها مخالف است. دو روز پیش هم آیت الله ناصر مکارم شیرازی از مراجع نزدیک به حکومت در رد حرکت دانشجویان بسیجی گفت این اقدام غیر قانونی بوده و هزینه هایی برای جمهوری اسلامی داشته است. این اختلاف نظر در میان مجریان حمله به سفارت بریتانیا هم دیده می شود. گروهی با عنوان مجمع دانشجویان حزب الله دانشگاه علم و صنعت اعلام کرد در حمله به سفارت بازی خورده است. در مقابل این دیدگاه، گروهی موسوم به شورای متحسنین سفارت انگلیس مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته و آن را اقدامی درست نامیده. حقیقت این هستش که آقای خامنه این تا به امروز که الان بودن یک هفته هست که از تسخیر سفارت میگذره و قطع ارتباط با انگلستان هیچ گونه تلاشی نکرده و این نشون میده که یک تشتت آرایی در مشاوران رهبری و تزلزل رأی در خود رهبری هست. احساس میکنن که این حرکت تسخیر سفارت به یک معنا خودسرانه انجام گرفت، یعنی شاید قرار نبوده تا این حد پیش بره و شاید تمام محاسبات اشتباه در اومده. سردرگمی در میان مسئولان جمهوری اسلامی دستمایه نامه جدیدی از محمد نوریزاد کارگردان سینما به رهبر جمهوری اسلامی ایران شده است. آیا شما خبر دارید ادعی به اسم دانشجو با حیثیت نداشته ما چه کردند؟ چرا با همون شتابی که با آقای احمدی نژاد تبریک گفتید در تقبیح رفتار این دانشجو نماهای هماهنگ بر نیاشفتید؟ شما رهبر این مردمید. تسخیر و تخریب یک سفارتخانه بیپناه قرار از کدام بخش از فرهنگ مردانگی و قلشماقی ما را به رخ جهانیان بکشد؟ شمایی که در جزئیات امور دخالت می‌فرمایید، چرا به تقبیح این فاجعه آسیبزا نپرداختید؟ پیش از این علی لاریجانی رئیس مجلس و برخی از نمایندگان از اقدام دانشجویان بسیجی در حمله به سفارت بریتانیا در تهران حمایت کرده بودند و آن را نماد فضای افکار عمومی ایران عنوان کردند. غیر از این برخی منابع حکومتی همچون خبرگزاری فارس هم مدعی شده بودند ایران پیروز معرکه دیپلماتیک شده است. با این حال دو روز بعد بریتانیا همه کارمندان سفارت جمهوری اسلامی را از این کشور اخراج کرد و امروز وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی به همتای آلمانیش گفته از حمله به سفارت بریتانیا عمیقا متاسف است. آرش سیگارچی، صدای آمریکا.